با انتخاب آقای روحانی و انتخاب نشدن آقای رئیسی آیا باید شادمان بود یا اینکه همچنان غمین؟ حالا اگر تصاویر خیابون‌های تهران رو در چند ساعت اخیر و شهرهای بزرگ دیگر رو دیده باشید، فکر می‌کنم قاطبه ملت ایران شادمان هستند. در وهله اول به خاطر اینکه خطر رئیسی دفع شد، آقای رئیسی به لحاظ نظرات بقایت ارتجاعیش به گمان من، به نظرات ضد فرهنگش، نظرات ضد زنش، نظرات ضد دموکراسیش برای جامعه ایران به گمان من یک خطر بسیار جدی بود و اگر انتخابات رو می برد به نظر میاد یه عده سودای این رو داشتن که او رو در مقام جانشینی آقای خامنه ای انتخاب بکنن. گمان من این هست، تصورم این هست، امیدم هم این هست که اونها که در این سودا بودن ببینند که چنین چیزی در جامعه ایران میسر نیست. شخصی مثل او بیانگر وضعیت امروز جامعه ایران نیست، با روح جامعه ایران در تضاد است. در انتخابات انجمن شهر هم معلوم شد که تم 20 اصلاح طلب برده و آقای قالیباف که واقعا در این انتخابات دوباره یک چهره شگفت‌انگیزی از خودش نشون داد، به گمان من باید شاید یا به سپاه برگردن یا به بخش خصوصی، چون فکر میکنم در شهرداری قاعدتا کارشون رو از دست خواهند داد. برنده واقعی انتخابات به گمان من ملت ایران هستن که با یک درایتی، با یک صبری، با یک هوشی تونستند پیام خیلی آشکار خودشون رو به جهان برسونن و به حکام برسونن. حکام در ایران که وضع موجود قابل دوام نیست، وضع موجود پذیرفتنی نیست و مردم، زنان ایران، جوانهای ایران، قاطبه مردم ایران، ملت بیکار، همه دنبال یک راه حلی هستن که این معضلات عظیم حل بشه. آقای دکتر میلانی، آقای روحانی درسته که پیشتاز بود و آراء بسیاری از او حمایت کرده است، آیا به نظر شما این برنامه‌ای که ارائه داده، برنامه اقتصادیش، قابل اجرا هست در شرایطی که سپاه هست، نمیدونم انواع راهبندها هست مثل ولایت فقیه یا انواع شعارها هست مثل مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل و همچنین بحرانهایی که همچنان سوزان آتشین در منطقه به پا کردن؟ من فکر می‌کنم کار بسیار دشواری خواهد بود. دقیقاً به لحاظ موانعی که شما بهش اشاره کردید، به هر حال اونها از صحنه ایران رونده نشدن، نه قوه قضاییه تصفیه شده، نه سپاه ناچار شده که از عرصه اقتصادی کمی گوشه گیری بکنه یا حاشیه نشینی بکنه. حتی من فکر می‌کنم که با در نظر گرفتن مقدار ثروت و سرمایه مالی، سیاسی، تبلیغاتی، اداری که اینها صرف کردن، یعنی سپاه و محافظه‌کارها و بیت رهبری صرف کردن که رئیسی حداقل رأیش زیادتر بشه و رأی رو سعی کردن بالا ببرن برای اینکه به خودشون قوت قلب بدن و در مقابل روحانی بتونن بیستن، این گمان رو در من تقویت میکنه. متاسفانه که اینها در 4 سال آینده سعی خواهند کرد که تمام موانعی که شما بهش اشاره کردید نه تنها ادامه بدن به ایجادش، بلکه تقویتش هم بکنن. و باید آقای روحانی به گمان من این رأی رو به عنوان یک در واقع جوازی بدونه برای اینکه بتونه در مقابل اینا بیسته. اگر نیسته حتما هیچ گونه از برنامه هاش به گمان من تحقق یافتنی نیست. ببینید بعض اقتصاد ایران چه روحانی می آمد، چه رئیسی می آمد، چه هر کسی دیگه می آمد، بعض اقتصاد ایران
به طور جدی بحران زده است. یه مسئله آب فقط نیست، مسئله بیکاری هست، مسئله جلب سرمایه هست، مسئله صنعت نفت هست، مسئله جاده ها هست، مسئله توریسم هست. یعنی هر جایی که آدم نگاه میکنه یک مخزن عظیمی وجود داره و اینها رو با پتشر، اینها رو با آوردن البات و اشرار خیابون ها، اینها رو با یه قوه قضایی خواسته نمیشه حل کرد. اگر قرار سرمایه به ایران بیاد، اگر قرار حتی سرمایه داخل کشور، سرمایه بخش خصوصی، سرمایه مدیریتی و فکری داخل کشور بسیج بشه، یه جامعه قانونمند میخواد و جامعه‌ای که قوه قضاییش فاسد باشه، هر کاری بخواد سپاه بکنه، هر کی رو بخواد بگیرن، بتونن کسی مثل موسوی و کروبی و رهنورد رو 6 سال نزدیک بالای 6 سال بدون حبس نگه دارن. و دیدیم چقدر اینها در جامعه ایران طرفدار دارن. هر جا آقای روحانی رفت پس باید بشکنه، میر حسین، سید حسین شعارها بوده. من نوارهای خیابونهای تهران رو امروز میدیدم، صبح میدیدم، شگفت‌انگیزه. هم نظم مردم، هم دلبستگیشون. و اینا در نهایت قلدری 6 سال اینا نگه داشتن، هنوز هم دو قلدونیمشون باقیه که اینا فتنه کردن. فتنه رو شما کردید که یک کسی مثل احمدی نژاد آوردید برای 8 سال بر مملکت حاکم کردید، یک ثروت عظیم تاریخی رو به باد داده. او و مردش و دوروریاش از مردم طرفکار هم هستن. و کسی که به شما گفت اگر این کار رو بکنید این برابر سر مملکت میاد، الان 6 سال در زندانه. هر روز کیهان یه حمله تازه بهش میکنه، فلان روزنامه سپاه یه حمله دیگه میکنه. میدونید اگر اینا درس نگیرن، متوجه نشن که جامعه چقدر ازشون دور شده، جامعه چقدر ازشون فاصله گرفته. تازه این اگر این 15 میلیون رای قرائت استصوابی نباشه، گیرم واقعا همش درست بوده، 15 میلیون رای که اینا با نوید سه برابر کردن یارانه ها دادن، یعنی رسما به توده مردم سعی کردن رشوه بدن. اون قالیباف که رسما اصلا امضا داشت جمع میکرد که بیاید رای بدید من بعدا نقدینه بهتون میدم، که خوشبختانه اونو ردش کردن. و به یه موسیقیدانی که تمام موسیقیش، تمام خالهای بدنش مغایر تمام اصول اصولگرایی است. اینا که تو مشهد خود رئیسی و پدر همسرشون اجازه کنسرت نمیدن برای رای جمع کردن، متوسل میشن به یه کسی که تمام موسیقیش و لباسش و وجناتش تقلید از موسیقی آمریکاییه. به شیطان بزرگ فوش میدن، بعد وقتی میخوان رای جمع بکنن میرن اون شخص رو که قبلا خودشون زندان انداختن، همین دستگاه قضاییه رئیسی اینا رو زندان انداخته، حالا میان به اون متوسل میشن. او که میگه من 4 میلیون برای اینا رای آوردم، به یه روایتی 8 میلیون. اگه 4 میلیون او رو بذارید و 4-5 میلیون که شاید به سودای سه برابر گرفتن، واقعا این تصویر تصویر شگفت‌انگیزی است. اصلا قیافه آقای رئیسی اینجوری که نگاه میکنه و خودش هم میدونه، به قول یکی از این سایت ها میخوندم، میگه خودش هم داره به خودش میگه که من اینجا چیکار میکنم، من چجوری باید بخل این بشینم. نه من میدونید ایشون خیلی طرفدارم دارن، هنرمندم هستن، من اصلا به ایشون چیزی نمیگیرم، حقشون رو برم برای هر کسی بشینن. ولی اون که بغلش نشسته و تمام سرمایه سیاسیش من کردن کنسرت در مشهده، اون که پدرزنش میگه که ما به خاطر امام رضا اینجا حق کنسرت نمیدیم، کلهر رو بهش حق کنسرت نمیدن، اون وقت شما از طریق این میخواهید رای جمع بکنید، یک ورشکستگی عظیم فکریست. اگه درس بگیرن، متوجه بشن که باید رویهشون رو عوض کنند، باید بیان به سوی مردم، باید از این اشتباهات گذشتهشون پوزش بخوان، باید تکلیفمون 4000 نفری که آقای رئیسی
و آقای پور محمدی به یه فتوا قدر رسوندن روشن بشه، قدرهای دیگه روشن بشه. اگر نیان در این جهت، حداقل گام‌های اول رو بردارن. مسئله یه شبه حل نمیشه، مردم ایران هم میدونن و اونا با یک واقعا درایتی از همین انتخابات استصوابی یک رأی به گمان من خیلی صریح و روشن و قاطع دادن و به جهان هم حداقل به من روشن کردن که چقدر مردم ایران خرد جمعیشون با هوش، با درایت و از هر کسی و هر شخصی و هر ولی و هر منجی و هر مدعی هوششون بیشتره. آقای دکتر، مفسر خبرگزاری رویترز نوشته است قدرت نامحدود رهبری جمهوری اسلامی و موانع حسن روحانی در پیشبرد قولها و اهداف روحانی سبب شده که وی نتواند برای رهایی سران جنبش سبز از حصر خانگی کاری بکند و همیشه تلاش ها با وتوی رهبری متوقف شده. بله، اینو بارها هم رویترز گفته، آقای مطهری یکی دو بار در صحبتاشون گفتن. بله. مثلا نمیدونم آقای خامنه‌ای به چه حقی حق وتو پیدا کردن. من فکر کردم حبس افراد در قدرت قوه قضاییه است، آزادیشون هم در قوه قدرت قضاییه است. کجای قانون میگه که یه نفری حق داره دستور حصر بده و بعد آزاد کردنشون منوط به موافقت ایشونه؟ چرا؟ کدوم قانون؟ قانون اساسی ایران کاملا روشن، حق حصر بهشون نمیده، حق ضبط بهشون نمیده. یعنی اینا یه قانون شکنی هایی است که وقتی از بیرون میدونید تو ایران به هر حال انقدر اینا فضا رو تنگ کردن بر مردم که سخت بعضی ها این حرفا رو خوب در داخل که میشه گفت، حتی متوجه این نیستن که وقتی شما اینو میگید چه قبحی داره. شما به چه حقی سه نفر رو، هر شهروندی رو بگذاریم از اینکه اینا شخصیت های برجسته خود این نظام بودن، نخست وزیر محبوب بنیانگذار این نظام بوده، نخست وزیری است که دو بار در مقابل آقای خامنه ای آقای خمینی او رو انتخاب کرده. حالا اینا همه به کنار، اینا ست شهروند عادی هستن، به چه جرمی اینا رو گرفتید؟ بقیه رو شهروند انگلیسی، شهروند های آمریکایی، پدر و پسر نمازی، اینا حکم قانونیشون چی؟ حالا این سه نفر رو حداقل میگن که آقا نمیذاره. یعنی چی آقا نمیذاره؟ آقا حق نداره تو این قضیه، آقا حق اظهار نظر داره، ولی اینکه دادگاه رو بتونه جلوشو بگیره خیلی حرف شازیست به قول آخونده. بعدم ایشون اخیراً، یعنی چند روز قبل از برگزاری انتخابات، تهدید کرد که اگه کسی بخواد خلاصه فضولی بکنه سیلی میخوره. بله، نمیدونم از کی سیلی میخوره. بله خب معلومه از سپاه و از نیروهای طرفدار خودشون. میدونید دوباره من با این حرفم که رویترز هست در اون با اون قسمتش که ایشون قدرت نامحدودی دارن، من باورم نمیشه. بافت قدرت در ایران و از اون مهمتر بافت جامعه در ایران خیلی خیلی پیچیده تر از اینه. آقای خامنه ای 15 سال تمام مدت گفت که مسئله عمده ایران ناتوی فرهنگیه. در انتخابات استصوابی کاندیداهایی که همشون به خود ایشون اقتدا میکردن، از رئیسی و قالیباف بگیرید تا میرسلیم و بقیه، یک دونشون مسئله فرهنگی رو به استثنای چند روز آخر اشاره هم کردن، مسئله ایران رو اقتصادی میدونستن، همه صحبت مسئله اقتصادی میکردن. یعنی بعدم آشکارا آقای خامنه‌ای به نظر من در دو هفته قبل نظرشون رو هم خودشون، هم کیهان، هم سایت های وابسته به سپاه، به هر حال ایشون فرمانده کل قواست، سپاه که نمیتونه بدون اجازه ایشون کار بکنه. اگر بدون اجازه ایشون کار میکنه
اون نشون دهنده محدود بودن قدرت ایشونه. اگر به رغم توصیه ایشون، خب اینا تمام سعیشون رو کردن روحانی رو بزنن دیگه، واقعا شما سایت ها رو بخونید ببینید چیکار کردن، ببینید کیهان چیکار کرد، ببینید شریعت مداری در این مدت چه حملاتی به دولت کرد، چه دفاعی از رئیسی کردن، رادیو تلویزیون و بعضی چیزاشو من میدیدم میخونم، واقعا اصلا شگفت انگیزه. با این حال نتونستن، تمام زور رو زدن 15 میلیون رای گرفتن. یکی از شعارهایی که میدادن این بود که نه شیاد نه جلاد، مرگ بر استبداد. بله، خیلی هم منظم. خیلی خیلی اصلا میدونید اونقدر میگم مردم نزد دارن، میدونن چی بگن، به در میگن که دیوار بشنوه، ولی گزک هم دست کسی نمیدن، حرفی نمیذارن که بشه بهشون ایراد گرفت، ولی همه میدونن که این شعارها یعنی چی. همه میدونن وقتی مردم صدها هزار تو خیابونهای شهرهای تهران میان میگن هست باید بشکنه، انتقاد غیر مستقیمشون متوجه کیه؟ همه میدونن که حصر الان به دستور آقای خامنه‌ای متاسفانه ادامه پیدا کرده. کلیدش دست ایشونه. آقای دکتر، این آقای ناطق نوری در گیرودار مبارزات انتخاباتی اعلام کرد که در کار بازرسی بیت رهبری استعفا میده. بله. و بعدم معلوم شد که استعفا داده. و حالا معلوم شده است که میخوان شغل جدیدی به او بدهند. یعنی در تشخیص مصلحت نظام ایشون رو به ریاست انتخاب کنند. من به یاد میآورم ایشون چندی پیش گفت که من در مورد موضوع مبارزه با فساد صحبت هایی کردم که به مذاق برخی خوش نیامده. من در آن زمان، یعنی چند ماه پیش، نه چند سال پیش، گفتم که سه چیز مانند موریانه این انقلاب را دارد پودر می کند. اول تملق است، دوم رو دروسی و سوم باندبازی. اما این صحبت ها باعث رنجش برخی از آقایان شد، چنانچه برای من هزینه های زیادی به وجود آورد. ایشون حالا قراره که شخصیت اول تشخیص مصلحت نظام بشه. من خودم مطمئن نیستم که، یعنی منبعش چی بود، یه جایی خوندم، ولی تا وقتی معلوم نشه در ایران چی معلوم نیست، ممکنه در آخرین لحظه زیرابش رو بزنم. آقای دکتر، بعد از بحث روز اجازه میدین چند سوال درباره برنامه‌های فرهنگیتون بکنم؟ حتما. چون برنامه‌های فرهنگی شما در دانشگاه شما، در دانشگاه‌های دیگری که در ارتباط با ایران زبان فارسی فعالیت هایی دارند منعکس میشه، و به همین دلیلی که من با اجازتون مزاحم میشم و در این با پرسش میکنم. اولا لطف میکنید، ما سه تا برنامه در واقع تا پایان ترم داریم، که چون در واقع سه هفته به آخر ترم ما مونده و هر هفته یک برنامه داریم. برنامه اول هفته دیگه است، 25 می، و خانم دکتر تارا شیربانی در مورد ایران و بانک بین‌المللی صحبت خواهند کرد. بعد هفته بعدش آقای محلوجی از لندن تشمیرن، شون یک کار بسیار جالبی کردن، چند سالی است دارن تمام اسناد و شواهد و نوارها و پوسترهای مربوط به فستیوال شیراز رو دارن جمع‌آوری میکنن برای اینکه یک مجموعه در واقع موزه‌ای بشه، که واقعا برن کار بسیار بایسته است، و ایشون دارن میان در مورد اون طرحشون در اینجا صحبت بکنن و نتیجه تحقیقاتشون رو بگن. حتما میدونید که ما الان یک سالی است
به عنوان بخشی از گروه ایران شناسی استنفورد یه پروژه اقتصادی هم آغاز کرد. عنوانش هست ایران چشمانداز 2040 که سه مقاله محققینی که تو این طرح کار میکنن، مدیر این برنامه جوان بسیار با استعداد ایرانی است که قبل از اینکه اینجا بیاد در MIT پست داک داشت و قبلش در آکسفورد پست داک داشت و او این مدیریت این پروژه رو به عهده داره و تا به حال اینا سه تا مقاله نوشتن که این سه تا مقاله اگه در سایت منتش بیارید اونجا هست. یکی از این مقاله ها که خیلی هم سر صدا کرد آقای دکتر محسن مسگران در مورد آب و کشاورزی در ایران هست. ایشون در ژوئن ششم در این مورد سخنرانی خواهند کرد. ولی میخواستم از این فرصت استفاده کنم یه نکته ای را توضیح بدم برای دوستانی که اقتصاددان میشناسن، محقق اقتصاد میشناسن. ما از امسال یه جایزه‌ای به اسم جایزه اقتصادی مقدم در دانشگاه را انداختیم، جایزه اقتصادی مقدم استنفورد، که هر سال به بهترین مقاله علمی که در مورد اقتصاد ایران نوشته شده، هر بخشی از اقتصاد ایران، یه جایزه خواهیم داد. یه جایزه $10,000 است. نویسنده رو به دانشگاه دعوت خواهیم کرد برای اینکه مقالش رو اینجا ارائه بده. اگر دوستانی میشناسید که تو اقتصاد کار میکنن و مقالاتی در دست تدوین دارن، تزی در دست تدوین دارن، بهشون بگید به سایت دانشگاه ما برن، اونجا جزئیاتش و ضرب العجلش و نوع تعداد کلماتی که قاعدتاً انتظار هست، اینا همه هست. توصیه میکنم که استدعا میکنم اینو به دوستان اقتصاددانتون هر جا که هستن بگید. بسیار عالی. شما خودتون کیا رو تا کنون در نظر گرفتید؟ این رو ما پروسه بازی است، ما هیچ کسی در نظر نداریم. دوستان باید مقالات رو بفرستن، بعد یه هیئت علمی اینها رو نگاه خواهد کرد و بهترینش رو انتخاب کنه. ما کاندید کسی رو نمی کنیم. ما منتظر هستیم که این مقالات رو به ما برسونن و از اونها بهترینش رو انتخاب کنیم. سال اول ما. برای سال آینده. بله، این ژوئیه 11 ژوئیه ضرب العجل اینه، ما تا آخر تابستون اولین برنده رو اعلام خواهیم کرد و تا امیدوارم تا آخر تابستون حتی بتونیم دعوتشون کنیم برای اینکه این سخنرانیشون رو اینجا انجام بدن. در این هفته هیچ سخنرانی انجام نشده؟ دو هفته پیش سخنرانی، در واقع دو تا سخنرانی بسیار جالب داشتیم. یک سخنرانی سرکار خانم نقیبی بود در مورد زنان و خاطرات در مهاجرت، نویسنده های زن ایرانی که خاطره یا خاطرات زندانشون رو در مورد تجربهشون به زبان انگلیسی چاپ کردن. در واقع نتیجه یک کتابی است که ایشون نوشته بودن، خیلی خیلی جالبه و در مورد وضع زندان، تجربیاتی که زنان زندانی در ایران داشتن. این سخنرانی ها همه الان در سایت ما هست و دوستان عزیز میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، ایرانیان استادیز استنفورد، و شاید بالای 100-150 تا سخنرانی از 10 سال اخیر، در 10 سال اخیر در اونجا جمع است. عنوانش فرمودی ایرانیان استادیز؟ بله، ایرانیان استادیز از استنفورد. بله. این رو اگر داشت ببرن دوستان خیلی راحت، این سخنرانی ها اونجا هست و یه مجموعه خیلی مجموعه جالبی شده، برای اینکه الان 12 سال از خانم سیمین بهبهانی بگیرید تا استاد شجریان، سخنرانی هاشون در مورد موسیقی ایران و سنت موسیقایی در ایران، و سخنرانی های آقای بیزایی در مورد شاهنامه و خیلی دیگه